رد کلاکت. من جواب زیاد دیدم تو این دور دستگیری، ولی بدترینش کاری بود که خود فرش شده بود، فیلم بردار بود و منم دستگیری که شده بودم دیگه، لیبل رو تغییر کرده بود و به شدت خدا رحم کرد. من همیشه کمربند می‌بستم می‌رفتم بالای تیر برق می‌گرفتم. اون روز یادم بازی ایران ژاپن بودم، اونجا که ما خیلی فوتبالی هستیم، بچه‌ها گفتن آقا کمربندتون نمی‌بره. گفتم نه، می‌خوام زود بگیرم بیام پایین. تو شمال کار می‌کردیم، رطوبت و تیرم به هر حال چوبی بود، یه خود شل و ول بود. من رفتم بالا که برق بگیرم، تیر ترکید و من پرت شدم پایین. انقدر اوضاع خراب بود که اداره برق اومده بود، چون تمام تیر سیمای تیر برق همه آویزون شده و ترکیده بود، یه خسارت نگرفت بود از دوستان تولیدمون. گفتم آقا این مرده دیگه، ولش کنید، بذارید بریم خودمون درستش کنیم. من 7 ساعت 8 ساعت بیهوش بودم و به شدت آثار سوختگی هنوز تو بدنم هست. دست یه انگشت کوچیکم از دست دادم که بعد از دو عمل جراحی یه خورده حالا بهتر شده، ولی دیگه از اون موقع برق نگرفتم از تیر. و از زمانی هم که دیگه مستقل شدم به عنوان فیلم بردار، عواملم هم نذاشتم این کارو بکنم، چون به هر حال اون موقع ما اشتباه میکردیم دیگه. یعنی به نظر من هر کاری تو سینمای ما جا نیفتاده، تو سینمای ما باید این اتفاق جا بیفته که هر کاری تخصصیه. شما وقتی تو دوره دستیاری خوب کار کنید، وقتی دستیاری تو درست انجام بدی و یاد بگیری، چون دوره ما فیلم برداری اصلا یاد نمیدادن به هیچ وجه و گفتن که دوست داری خود یاد بگیر، ما باید انقدر دقت میکردیم که یاد بگیم. اصلا درست بود یه بخشیشا، ولی نه همش. انقدر ما دقت میکردیم و یاد میگرفتیم که الان میگم خدمتتون، اول برنامه‌تون عرض کردم من به شدت دستیار تولید کردم و وارد سینما کردم که خیلی‌هاشون فیلم بردار شدن، الان خیلی‌هاشون دستیاری که سینما شدن، خیلی‌هاشون به هر حال راه افتادن. خیلی من خدا رو شاکرم از اینکه به هر حال تونستم یه جوری کار کنم که الان احتیاجی به دستیارم ندارم. خدا رو شکر الان زمانی که دستیارم به من میگه آقا فلان اتفاق نمیشه، خیلی راحت بهش میگم چرا نمیشه. میگه آقا به خاطر فلان. میگم که خب اگر این کارو بکنی این کارو بکنی میشه. میگه آقا انجام دادیم نشد، خودم میرم بالای چاپای انجام میدم و میشه. من اگه توی مملکت خودمون بهم ارزش برام ارزش قائل باشن و بها بدن. ببینید شما الان مثلا چه میدونم تامین اجتماعی رو به زور انجام میدن واسه عوام. آقا یه چیز پیش پا افتاده ایه. من فردا اگه پام بشکنه یه نفر از آدمای خانه سینما نمیاد بگه آقا حالت چطوره؟ پات شکسته؟ حالا دو ماه ما هزینه‌تون میدیم تا پات خوب شه دوباره بری سر کار. نمیگیم 6 ماه. هیچ گونه ما به قول معروف کمک، پشتوانه یا هر چیزی که شما فکرشو بکنید از این که فردا یه اتفاقی برام بیفته نداریم. یعنی ولی اونور هست هر جایی. یعنی من از کشورهای نزدیکی که به ما هستن فیلمسازی میکنن خبر دارم که چه امکاناتی براشون فراهم میکنن، تا کشورهایی که اصلا قابل قیاس باشون نیستیم فیلم میسازن و ارزش قائلن. من خود شخص خودمو نمیگم، من فیلمبرداران دیگر رو میگم، کارگردانهای دیگر رو میگم، دست یا فیلمبردارهای دیگر، دست یا کارگردان و آدمایی که دارن زحمت میکشن. فردا یه اتفاقی برای یکی بیفته مثل آقای شاهفردی، من جا داره که الان اسمشون رو ببرم. بله، ایشون سر یه حادثه یه اتفاقی براش افتاد. بعید میدونم کسی الان بهش بگه آقا حالش چطوره. بعید میدونم کسی ساپورت بکنه. بعید میدونم کسی تو این همه سالی که ایشون خونه رو تخت افتاده یه نفر بره بگه آقا مثلا این پول یک سال
رو تخت افتادنش. ایشون برای ما مثلا 100 دفعه صدا برداری زحمت کشیده تو سنت خودش. من به شدت عاشق سریال خارجی هم، اوقات بیکاری کاملا پای تلویزیون خونه نشستم و سریال میبینم. فیلم زیاد نه، ولی سریال خیلی. علاقت بیشتر تو سریال، سریال های خارجی. بله، چون اصلا سبک سریال سازی اونا به نظر من 3 برابر بهتر از سبک فیلم سازی ما تو ایرانه. پروداکشنی که اونا استفاده میکنن، بهترین سریالی که دیدی؟ گیم آف ترونز که حالا در حال حاضر بهتر میشه. از فیلم برمیشه؟ همون گیم آف ترونز فعلا. بعد از اون دو تا سریال دیگه هم دیدم، ولی گیم آف ترونز به خاطر نوع، چون 7 جای مختلفه بش این سریال اومده، 7 نوع فیلم برداری خاص رو برای شما گذاشته، 7 تا نور پردازی خاص رو برای شما گذاشته. تو برف داره، جای یخ زده داره، جای آفتابی داره، داخلیاش هست. اصلا یه چیز عجیب غریبیه. شما این سریال رو نگاه میکنین، 3000 تا ایده نور پردازی، 3000 تا ایده فیلم برداری و خیلی چیزای دیگه. اصلا به نظر من یه کار کاملیه که با 100 تا فیلم هم نمیشه دید. فکر میکنی یه روز سینمای ما به اینجا برسه که بتونیم تولیدات این چنین داشته باشید؟ اگر اجازه بدن بله. آیا دستیار فیلم برداری که فوت کنه، دستیار یک فیلم برداری که فوت کنه تو تاریخ سینما، تو قطعه هنرمندو دفنش میکنه؟ متاسفانه نه. خیلی هم خطر داره. خب ببینید، این برمیگرده به همون چیزی که خدمتتون عرض کردم دیگه. ببینید، ما یه خورده باید دیدگاهمون رو، یه خورده باید نظراتمون رو، یه خورده باید افکارمون رو نسبت به عوامل پشت صحنه تغییر بدیم. همیشه من به شوخی یه چیزی به دوستان همیشه سر صحنه میگم، حالا بازیگرایی که رفیقیم با هم و به حال دوستیم و اینا، یا بابا ما همه کار رو میکنیم، امضا و عکسش مال شما هاست. آفرین. اسم ما تو کتاب موش گربه هم پیدا نمیکنید. میدونی؟ یعنی حالا اینو من به مزاح میگم، ولی اصل واقعیتش هم همینه. ببینید، شما امکان نداره ما توی کوچه ای، تو سوپری، تو جایی بریم یه نفر بگه آقا ایشون فلانه. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما دیده نمیشیم. این عشق و علاقه و این چیزی که ما از خودمون میذاریم، یعنی اون انرژی که ما میذاریم واسه کار تو هر پروژه‌ای، توقع داریم که یه جوری ساپورت بشه. من حالا ساپورت مالی رو کاری ندارم، اما به هر حال مسئولین ما خواهش میکنم ازشون، تمنا میکنم یه خورده به فکر عوامل پشت صحنه باشن. چجوری ما مثلا قطعه هنرمندان داریم به قول فرماشه شما، ولی هیچ کدوم از عوامل پشت صحنه آقای عظیم جوانرو استاد من بودن، خدا رحمتش کنه، بهترین تاریخی کار کردن، این همه آثاری که از خودشون به جا گذاشتن که به هر حال مختار و امام علی و و و خیلی از آثاری که به هر حال ایشون کار کرده، من به نوبه خودم شاگرد ایشون بودم و دوستشون دارم، فوت کردن چی شده؟ چرا نباید یه قطعه از بیزرا یا اصلا از عبدالاباد، از یه جایی آقا اینا یه زمین رو فراهم کنن واسه عوامل پشت صحنه شون؟ که آقا من نوعی که این همه سال هلوش الان میرسه به 20 سالی که توی سینما و تلویزیون دارم کار میکنم، فردا مردم زن و بچه من بدونن که آقا به هر حال یه ساپورت این شکلی ما از طریق خانه سینما، ارشاد یا ایکس و ایگرگ داریم. اینکه امضا نمیگیرن و عکس نمیگیرن اصلا چیزی نیست که تو آرزوی ما باشه، چون ما هدفمون از زمانی که وارد این حرفه شدیم عکس و امضا و فیلم نبوده. من شاید دومین یا سومین باره که جلو دوربین مصاحبه میشینم. هر دفعه هم شما و سیما و جای مختلف اومدن برای مصاحبه، ازشون خواهش کردم که نباشم. ما دنبال این اتفاق نیستیم، ولی از این بحث خارج شیم، بحث بعدی شما به شدت تو دایرکت و توی جاهای مختلف فضای مجازی به من پی ام میدن که من فلان رزومه رو دارم، فلان اتفاق افتاده، فلان اینجوری شده، اونجوری شده، اگه میشه ما رو ببر سر کار بازی کنیم.
ببینید من از همینجا میخوام خواهش کنم از این عزیزان که آقا ما فیلم برداریم، ما تصویر برداریم، درسته که حالا انواع اقسام بازیگرا و هنرپیشه‌های عزیزم اونجوری دوربین رو بازی میکنن، ولی انتخاب این آدما با ما نیست. من شاید خیلی جاها مثلا پیشنهادی بدم به کارگردان یا به تهیه‌کننده، اگر تو مرحله‌ای باشم که به حال انتخاب نشده باشه کسی، میتونم این پیشنهاد رو بدم، ولی باز تو حیطه کاری ما این اتفاق نیست. من شاید پدر خودم بازیگره و خیلی جاها چون پدرمه اولین گزینه‌ام اینه که ایشونو پیشنهاد بدم بابت کار، ولی هیچ وقت کسی تو ذهنم نمیاد، یعنی آدمایی که برام چیز میکنن تو ذهنم نمیاد که بخوام پیشنهاد بدم، چون اصلا تو حیطه این نیستم که مثلا اگه من دستیار کارگردان بودم، دستیار دوی کارگردان بودم، چون من موش صحنه بودم، یه تو این سیستمی بودم که به کارگردانی ربط داشت، خب خیلی دستم بازتر بود، یعنی خیلی از نظر زمانی که کس چیده میشه، خب این دوستان حضور دارن تا زمانی که به هر حال تو طول کار فیلم نامه دستشونه و میدونن چه نقشایی واسه چه کسی قراره اتفاق بیفته، ولی چون ما نیستیم تو این اتفاقه، توی زمانی از ما دعوت میکنن بریم سر کار و امضا میکنیم قرارداد که تقریبا کس بسته شده، یا اگه بسته هم نشده باشه میگیم کیا هستن، میگن ایکس و ایگرگ و ای فلان، یعنی اون بازیگر اصلی رو اسم میبرن، فرعیشو دیگه به ما نمیگن، دوست خاله‌ای پسر عمویی به هر حال هستن که به خودشون معرفی کنن. و من از اینجا واقعا از تریبون شما استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم از دوستانی که به من پی ام میدن و نمیتونم کاری بکنم باشون. ما باران شده با تهیه کننده عزیزمون، با سرمایه گذار عزیزمون یه چلنج اینجوری کردیم، گفتیم که دوستان ما یه گروهیم، یعنی شما از من که دعوت میکنید بابت قرارداد بستن، من شخص نیستم، من یه گروهی هستم که حداقل 5 نفر حتی اکثر 8 نفر زیر مجموعه دارم. خب من باید این آدم ها رو ساپورت کنم و با این شرایط مالی اجتماعی که الان ما بهش برخوردیم و همه دغدغه مالی دارن، دستمزد گرون شده، دستیار خوب با قیمت مناسب گیر نمیاد و خیلی هم مسائل دیگه. من نمیگم که آقا از دستمزد بازیگر بزن، از دستمزد ایکس بزن، برآورد بودجتون رو جوری تنظیم کنید، جوری ببرید بالا که حداقل ببینید بازیگر که میاد یه نفره، گریم که میاد نهایت با دوتا مجری میاد، صحنه با نهایت دو تا سه تا بستگی حال به کار داره، گروه فیلم برداری صدا میاد نهایت با یه دونه دو تا بومن داشته باشه، حالا دو تا میشه. بحث اصلی من بحث پشت صحنه نیست، بحث اصلی من بحث بازیگره. بازیگرا که میان، خب این که زحمت میکشن، این که انرژی میذارن، این که کارشون سخته، این که من هیچ وقت نمیگم که آقا حقشون نیست، به هیچ وجه حقشون خیلی بیشتر از این حرفاست، ولی من میگم آقا فلان بازیگری که میاد فلان مبلغی که باهاش قرارداد می‌بندی چرا با ایشون چونه نمیزنی، چرا با ما چونه میزنی؟ ایشون یه نفره، شما راحت میتونی با ایشون مثلا 1 میلیون کم کنید که مثلا نگیره ازتون، ولی چرا منی که با 5 نفر، با 6 نفر، با 4 نفر عواملی که زیر مجموعه من هستن و هر کدومشون هم به هر حال تخصصی دارن که باید باشن، با من چونه میزنید که تهش منجر میشه به اینکه حالا یا کار نکنیم یا اگه قرار کار کنیم من مجبور شم از اون آدما بذارم، چون بودجم نمیرسه که بهشون بدم، برم با یه سری آدمایی کار کنم که تونش خودم بدم تو کار، بیشتر وایسم سر صحنه، بیشتر حواسم جمع باشه، بیشتر میدونید، یعنی همه اینا برمیگرده به این قضیه دیگه. من وقتی یه تیم ببرم که حرفه‌ای باشن خیالم راحت تره، میرم چایمون میخورم، دوستان نورشون آذین میکنم، ولی من اصلا عادت این کار رو ندارم. من زمانی که کات میدن تو صحنه هستم، دارم حواسم به نور پردازی بچه هاست، تمرینم رو میکنم، دوستان و کارگردانی رو صدا میکنم، عوامل رو جمع میکنم، تمرین گروه میکنیم، ضبطش رو میریم، میریم تو با... یعنی شاید باورتون نشه من ساعتها میشه که چایی نمیخورم چون حواسم نیست، درگیر کارم. و این اتفاق بابت اون پولی که به من دادن نیست، بابت اون تعصبیه که من راجع به کارم دارم. جمله پایانی، خیلی ممنون از شما، از دعوت خانم یکتافر عزیز، از عزیزانی که در این زحمت میکشید مصاحبه رو
از ما میگیرید و وقت میذارید، درد دلای ما رو میشنوید. امیدوارم که سینمای ما رونق پیدا کنه، امیدوارم که بها بدن به سینمای ما، امیدوارم که من نوعی یا امثال من نوعی که زحمت این سینما رو کشیدیم یا خاک این سینما رو به نوعی خوردیم، حداقلش اینه که به اون احترام بذارن. همین. Red Kelaker.